با یکی از سخت‌ترین گیاهان تاریخ بشریت در خدمت شما هستیم. این شما، اینم بلوبری. چرا میگم سخت‌ترین؟ چون بلوبری خیلی خوشمزه است، میوه خوبیه، اینجا میوه گرون قیمتیه و مثلا حالت نوبرون و اینا داره تو ایران. بلوبری اینجا بهش بلابه هم میگن، به آلمانی هایدلبه هم میگن و اسمای مختلف میذارن روش. نژادهای مختلفی هم داره. الان این دوتا نژاد متفاوت هستش. ببین اینجا هایدلبه هم نوشته. اما مشکل اصلی کجاست؟ گفتم یکی از سخت‌ترین گیاهان. ما بلوبری تو حیاتمون کاشتیم 2 سال یا 3 سال پیش و در نیامد و اصلا فکر کردیم که خب بلوبری در نمیاد دیگه، همینجوری ما کاشتیم و جوابم نمیده. بعد رفته بودیم درخت بخریم، به ما گفتن که آقا اینا هستش مثلا بلوبری، و ما گفتیم که آقا اینا که کار نمیکنه تو آلمان. گفتن ای اختیار داری، اینجا شما مزارع بلوبری ما داریم تو آلمان، چرا کار نمیکنه؟ و متوجه شدم که ما این گیاه رو درست مطالعه نکردیم راجبش 3 سال پیش، و 3 سال ما این گیاه رو الان بهتون نشون میدم اینجا کاشتیم و هیچ میوه‌ای به ما تا حالا نداده. اینقدر زمان از اون سالی که ما اینو کاشتیم گذشته که اصلا خودم یادم رفته بود ما تو حیاتمون چنین چیزی داریم. اولش هم خیلی قشنگتر بود و خیلی شاخ و برگ داشت و اینا، ولی الان بعد از 2 سال 3 سال این شکلی شده. برای من همیشه عجیب بود، تنها گیاهی که توی خونه ما رشد نکرد همین بلوبری بود. ندانستن مشکل نیست، مشکل یاد نگرفتنه. ما اگر نمیدونستیم الان میتونیم بریم یاد بگیریم راجبش، و الان میگم ای کاش که همون موقع رفته بودیم یاد گرفته بودیم که تو این 2-3 سال این گیاه بهتر رشد میکرد و بهمون میوه هم میداد. خلاصه بابا جان، بلوبری که شما باشی، ما این دوست شما رو در حیاتمون کاشتیم و کار نکرد متاسفانه. و امسال وقتی رفته بودیم بامشوله پرسیدیم، گفتیم که مشکل شما چیه، شما چی میخواستید که ما نتونستیم به شما بدیم؟ هم آفتاب اینجا بوده هم آب بوده، ولی شما به ما میوه‌ای ندادی عزیز جان. شخص متخصص گفت شما باید با اینها جور دیگه رفتار کنید، شما باید خاک دیگه به اینها بدید. و همون موقع اولین سوال برای من پیش اومد که مگه بهترین خاک، خاک کمپوست نیست؟ ما از خاک کمپوست استفاده میکنیم. که اونجا اون شخص گفت خیر، بهترین خاک برای بلوبری خاک کمپوست نیستش. پرسیدم پس چه خاکی بهترین خاکه؟ به هم گفت توف. پسر جان توف بهترین خاکه. به این میگن توف که مناسب گیاه بلوبری هستش. حالا نکته خاصش چیه براتون توضیح میدم. چیزی که ما به عنوان توف خریدیم این شکلیه دوستان. خوب نگاش کنید ببینید، یه چیزیه انگار که نمیدونم از شبیه خاک جنگله، ولی خاک جنگل نیست. و نکته مهمش اینه که این خاک پهاشش یا همون شاخصه اسیدی بازی بودنش هلوش 3.3 خورده‌ایه و خاک کمپوست خیلی بالاتره، فکر میکنم هلوش 6 باشه. و این گیاه باید خاکش، تو آلمانی میگن زاور ارده، باید خاکش یه مقدار اسیدی تر باشه. حالا کلمه زاور در آلمانی به معنای ترش هم هستش، اینجا میگن زاور ارده یعنی خاک ترش، ولی منظورشون خاک هستش که اسیدی تره و پیهاشش پایین تره. اینو ببینید، اینو نگاه کنید، توپو جر داد. نگاه کنید ببینید توپو چقدر میکنه. از توپه دیگه هیچی باقی نمونه. خلاصه ما متوجه شدیم که وقتی این همه سال خاک کمپوست در کنار ریشه های این بلوبری ها بوده، اینا نمیتونستن اصلا رشد کنن و میوه بدن و هی به خاطر اینم کوچیک‌تر شده گیاه و رو به پسرفت بوده وضعیتش. این سری تصمیم بر این داریم که همین خاکی که مناسبش هست رو تهیه کنیم. و من یک درس خیلی مهم میگرفتم، اونم اینه که برای هر چیز کوچیکی بدونم که قبلش باید مطالعه کنم. این یاد گرفتن اما به این معنی نیست که من خودم از فردا دیگه هر چیزی رو بخوام انجام بدم، هر گیاهی رو بکارم، قبلش برم مطالعه کنم. البته سعی میکنم این کار انجام بدم، ولی خب این تجربه با آدم کمک میکنه که حسابی آدم یاد بگیره بدونه باید بره قبلش مطالعه کنه. در همون صحبتی که با کارمند بامشوله داشتیم و جایی که درخت و اینا ازش می‌خریم، من گفتم که ما کود مرغ هم داریم و میشه اونو یه مقدار با این ترفه قاطی کرد، که اون گفت اتفاقا ایده خوبی هستش، ولی خب خیلی زیاد نباید باشه، چون کود مرغ هم، حالا من متوجه شدم دوستان میگن میسوزونه ریشه خاک رو، احتمالاً کود مرغ پهاشش
کمه و اسیدی تره، یعنی خیلی اسیدی تره، به خاطر همین باید حواسمون باشه که کم بدیم به گیاه و اینا. البته نخوندم که، یعنی مطالعه نکردم پیاشش چقدر، ولی حدس میزنم وقتی میگن میسوزونه ریشه گیاهو پس باید اسیدی باشه. یه چیز دیگه ای هم که من تو اینترنت خوندم برای بلوبری خوب هست، همین ریندن مولچ هستش که بهتون نشون دادم. این همون مالچ هستش که در واقع تنه درخته این شکلی، ببینید، و این رو هم میشه بهش اضافه کرد. ببینید این هم میشه بهش اضافه کرد. و یه چیز خیلی جالبی هم بهتون بگم، به من گفتش که خاکی که دور اطراف درختان سوزنی هستن مناسب این هستش. یعنی شما وقتی درختان کاج و درختان سوزنی دارید تو جنگل، خاک اون قسمت جنگل زاور ارده یا همون خاک اسیدی هست، میتونید اصلا از اون خاک هم استفاده کنید. و یه منطقه هم اتفاقا نزدیک همین شهر هانوفر هست که یه ساعت بعد با ماشین برین، به نام توف هاست که توی هاتس هستش. ما اونجا میریم کوهنوردی، اگه اسمش بشه کوه گذاشت، بلندترین قله شمال آلمان همون براکن هست که در منطقه هاتس. ما وقتی اونجا میخوایم بریم با ماشین میریم توف هاست و از توف هاست پیاده میریم تا قله براکن. برای دوستانی که شمال آلمان زندگی میکنن، منطقه هاتس رو حتما پیشنهاد میکنم. لینک ویدیویی هم نداره که جای بذاریم، برید ببینید حالشو ببرید. بریم یه جای مناسب پیدا کنیم واسه کاشت بلوبری ها. جای بلوبری جدید هم با مشورت با همسر عزیزم مشخص شد. قرار شدش که بلوبری قبلیه اینجا بوده و ما به یاد بوده همین بلوبری جدیده رو اینجا بکاریم و همون قبلی رو هم میشه حتی از خاک در بیاریم و خاک بهتر بریزیم زیرش که شاید اونم رشد کنه. پس بلوبری بعدی هم میاد اینجا. البته ما اینجا یک تمشک هم داریم، حالا نمیدونم تمشک باید چیکار کنیم بدیم اینجوری بره بالا، ولی خلاصه اینجا شد قسمت بلوبری ها. امیدوارم که مشکل آفتاب و خورشید هم پیدا نکنیم، چون خورشید تو خونه ما از اون قسمت طلوع میکنه میاد بالا و اینجوری غروب میکنه میاد پایین. یعنی در تابستان ما صبح ها سایه این درخت رو داریم و عصرها هم سایه همین کافه امریکاییمون که این پشت هست، یا همون وینتر گارتنمون که الان به صورت کافه در آوردیمش، سایه این میفته روی این بلوبری. اما جوری که من متوجه شدم این گیاه خیلی نیاز به آفتاب شدید نداره و میشه مثلا هالب شاتیک هم باشه، یعنی نصف سایه نصف آفتاب. حالا میکنیم ببینیم چی میشه. اون یکیشو یه جای دیگه میکنم. دقت ریشه دارن این گیاه رونده ها. آقا این زیر همش پر ریشه است، اصلا میشه اینا کاشت؟ امیدوارم بشه. معمولا میگن این سوراخی که داریم درست میکنیم، چاله‌ای که داریم درست میکنیم، باید یک مقدار بزرگتر باشه از خود ظرف. حالا البته من این رو هم اضافه کنم، ممکنه ما این هم بکاریم با این خاک بهتر و بازم کار نکنه. مثلا شاید لازم باشه چه میدونم چاله بزرگتری بکنیم، همه اینا ممکنه. ولی مهمترین درسی که میتونیم یاد بگیریم اینه که کار کنید عزیزان، انقدر کار کنید تا تجربه داشته باشید. این خیلی مهمه. من خیلی وقتا به بچه‌هایی که مشاوره میگیرم تو مشاوره بهشون میگم بچه‌ها پدر بزرگ ما آیا ویکی‌پدیا داشته، آیا اینترنت داشته، ولی خیلی این چیزها رو بهتر از من و شما میدونه. چیزایی که مربوط به طبیعت هست، چیزایی که مربوط به زندگی هست. و این اون اثر برعکسی هستش که نگاه میکنید اینترنت اومده، تکنولوژی اومده، اما بسیاری از آدم ها معلوماتشون انگاری که کمتره. درسته یه سری معلومات جدید دارن، ولی یه سری معلوماتی که مربوط به طبیعت هستش رو ندارن و این خیلی به نظر من غم‌انگیز و به قول آلمانی ها شاده هستش. خب به این شکل الان دورش رو توف میریزیم و یه مقدارم کود مرغ فکر کنم بریزم بالاش. و آه یه چیز جالب هم هست از اینا که اینا همین درخت ها با برگ های سوزنی هستن دیگه، من یه کاری هم که میکنم بالاش از این برگ ها میذارم، چند تا الان داریم کلی از این درخت ها، که این در دراز مدت هم بتونه اون موادی که از این درخت ها قرار بیان، یعنی از این نوع برگ ها قرار بیان تو خاک رو که مواد اسیدی هم هستن رو اینا رو بتونه بده به خاک و این گیاه عزیز ما بتونه در دراز مدت خوب تغذیه بشه. بابا برید اون من اینجا چیزی پیدا نمیشه. برید عزیزم، برید عزیزان من، برید آقا قربونت برم، برو عزیزم، برو بر خود استراحت کن، بذار من اینجا کارم رو انجام بدم. برو عمو جون، برو. سلام بکن به بچه ها اینجا، سلام بکن. خب باریکلا پرواز کن تو میتونی برو به رویاهات برسی. من اینجا پشت سر ما شده استادیوم آزادی، ولی مهم نیست، من کارمو تا آخر انجام میدم، اینا هم جاودانه میشن در کانال یوتیوب ما. من همونطور که قبلا گفتم شما باید ریشه های این گیاه رو
یه ذره زخمی کنید که این گیاه شروع کنه دوباره به رشد کردن و ریشه ساختن و اینا. و یه نکته جالب، خاکی که این گیاه داره شبیه همین خاک ترفی هستش که من اینجا امروز تهیه کردم. یعنی تا الان اینا ساکت بودن و همین الان که من اومدم فیلم برداری کنم شروع کردن. نگاه کنید جلوی دوربین من نشون بدم، جنس خاک فرق میکنه، اصلا انگار خاک نیستش. هی من دارم فکر میکنم بگم ترف میشه آبرفت، فکر کنم جلگه و آبرفت فکر کنم میشه، شاید هم کاملا نه اشتباه میکنم، ولی یه کلمه بود ما یادمه تو ایران توی جغرافی داشتیم و نمیدونم چرا بعدن که اومدم آلمان تو ذهنم هست از مدرسه که مثلا ترف معنیش همونه، ولی نمیدونم. برید تو گوگل کنید برید گوگل کنید کلمهش همین ترفه. یه مقدار کفش رو توف ریختم، حالا دوباره گیاه رو میذارم کنارش، هم از این توف پر میکنم و بعدم یه مقدار یه نکته یادم افتاد به تو موقع نگفتم، اونجایی که ما میخواستیم اینو ازش تهیه کنیم گفتش خاک توف هیچ مواد مغذی داخلش نیست، یعنی ما باید یه مقدار کمپوست داخلش بریزیم، یه مقدار کود مرغ کنارش بریزیم و یه میکسی از اینا درست بکنیم. رفتم یه مقدار از این کود مرغا با خاک کمپوست قاطی کردم که بیارم بریزم داخل این و ممکنم هست اشتباه باشه، اما من تحقیقاتی که کردم یه مقدار تو یوتیوب نگاه کردم و بله منم کافی تحقیق نکردم هنوز و یه چیز دیگه هم بهتون میگم، یعنی باید مطالعه اونجوری که مثلا دو تا مقاله راجعش بخونم انجام ندادم. مسئله بعدی هم اینه که خیلی وقتا شما مطالعه هم انجام میدی و اتفاق نمیفته، یه دفعه مثلا خاکو اشتباه قاطی میکنی یا یه چیزی که فکر میکنی مثلا اینم خوبه قاطیش میکنی و بده. کلا کشاورزی اگه با عشق انجام بدید این درست میشه. حالا ما این همه چیزی کاشتیم یه دونه بلوبری در نیامد، مهم نیست، ازش در عوض یه چیزی یاد گرفتیم. حالا این دفعه میکاریم دوتا، اگه در اومد که چه خوب، اگه نه باز دوباره یاد میگیم که مشکلش کجا بوده. من اینم یه ذره قاطیش میکنم، حالا ایشون رو میاریم و اینجوری میذاریم داخل خاک، دور اطرافش باز باید از همون ترف پر کنیم. این رو هم میریزیم کنارش که مواد مغذی همشته باشه. امیدوارم اینجوری دیگه مشکل خاصی براش پیش نیاد. از این برگام که گفتم اینا میذارم کنارش. البته موقع بعید نیست بیان با پاشون بزن اینا نابود بشن برم، ولی یه زمین میتونم خاکش بریزم. یه زمین از اون غندن ملچ میخواستم بوش بریزم، عجب سر و صدا شد. یه مقدار از این مالچا بریزیم، امیدوارم که موقع کاری نداشته باشم به اینا دیگه، امیدوارم که خراب نشه و یه ذره رحم کنن این موقعمون به این گیاه بلوبری که تازه اومده توی گارتن و حیات فامیلی آبدی و این حیات متعلق به شما هست عزیزان. ما اسم پیجمونو و اسم چنلمونو فامیلی آبدی گذاشتیم برای اینکه یک جامعه شکل بگیره و همه شما عزیزان عضو خانواده آبدی هستید. ممنون که ما رو همراهی میکنید، من واقعا ازتون تشکر میکنم، اونایی که لایک میکنن ازشون تشکر میکنم و یه تشکر ویژه از اونایی که من دقت کردم هر ساعتی از روز مثلا 2:30 به وقت آلمان میذارم 5-6 نفر هستن در عرض 2-3 دقیقه اینا لایک میکنن. من واقعا نمیدونم کی هستید ولی از همینجا ازتون تشکر میکنم عزیزان و اینم از این وضعیت اینجا. راجع به اون کود مرغ که من صحبت کردم یه ویدیو درست کردیم، این بالا براتون قرار میدم ببینید که کود مرغ هم نباید همینجوری وردارید مثلا فضولات مرغا رو بریزید اینجا، باید یه اتفاقاتی قبلش بیفته. الان مهمه که ما بریم این شکلی کنار این وایسیم. ببینید من با پام دارم فشار میدم و هنوز میبینیم که اینجا جا داره که دورش یه خوده خاک و اینا بریزیم. این الان گیاه ما که اینجا کاشته شد کامل، تنها کاری که الان موندهش اینه که بریم آب بدیم اینجا. به امید اینکه این گیاه بلوبریمون سبز بشه و بتونیم میوه‌هاشو بخوریم. من از همه شما تشکر میکنم، همراه من بودید، از همسر عزیزم تشکر میکنم، ساخت یک ویدیو
خیلی خیلی بیش از اون چیزی که ما فکر میکنیم زحمت داره. من الان تقریبا یک ساعت و نیم هستش که فقط برای همین چند دقیقه ویدیو اینجا مشغول هستم و از این بس سر و صدا میاد، باید دوباره صحنه رو ضبط کنی. خانومم کلی زحمت کشید الان برای همین قسمت اومد، کلی کمک کرد، قبلش تو قسمت قبلی کلی کمک کرد و حالا تازه باید بریم بشینیم اینا رو ادیت کنیم و کلی زمان میبریم. ممنون که وقت میذارید ویدیوها رو میبینید. اگر که خوشتون میاد سابسکرایب کنید حتما چنل رو، اینجوری ما انگیزه میگیریم برای شما ویدیوهای بیشتری درست کنیم و همیشه مهمون خونه هاتون باشیم. موضوع های چنلمون هم یه نکته من بگم دوستان، ما خیلی تلاش میکنیم چون چنلمون چند تا موضوع مختلف داره، مثلا مهاجرت به آلمان، مثلا موفقیت در کسب و کار و بیزینس و کشاورزی و سفر و موضوعات مختلفی داره. سعی میکنیم تیزها و عکس های ویدیوها رو جوری انتخاب کنیم که شما همون اول متوجه بشید که آیا این ویدیو مورد علاقه شما هستش حالا یا نه. مثلا اگر اصلا قصد مهاجرت به آلمان ندارید، ویدیوهایی که پرچم آلمان رو میذاریم بیشتر برای دوستانی هست که میخوان مهاجرت کنن به آلمان. خب اینم از کاشت بلوبری عزیزان. اگر که موضوعات دیگه دارید مرتبط حالا چه با کشاورزی چه موضوعات دیگه، برامون کامنت کنید. اگر میخواید به ما پیام بدید در اینستاگرام میتونید به ما دایرکت بدید، آدرس اینستاگراممون هم هست family_abedi، توی توضیحات این ویدیو هم مینویسم. فعلا شبتون بخیر، خدا نگهدار.